چینی همه من ای فدایت سلطن من برده آزر هم سر گوهر خود بات تو بطن من سرفراز با چینی همه من ای فدایت سلطن من برده آزر هم سر گوهر خود بات تو بطن من بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور شما بینندگان محترمی که از وقت خودتون یک ساعت مایه میگذارید و تشریف بیارید تو برنامه ضیافت گفتگوی خودتون و ما را سرافراز بفرمایید. ما خیلی خوشحال هستیم که امروز باز دوباره خدمت شما رسیدیم و ما امیدواریم شما هم در آغوش گرم خانواده خود مخصوصا امروز با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه حضور به هم برسونیم انشاءالله رحمان و ما را از گفتار و پیشنهادها و تمام صحبتهایی که دارید که مورد استفاده و مورد علاقه بقیه بینندگان محترم ما هست ما را مستفید بفرمایید. و در ضمن این چند روز گذشته اونجایی که ما زندگی میکنیم نزدیکی شهر واشنگتن دی سی هست که پایتخت امریکا هست و اینجا یه مقدار برف اومده و مثل اینکه آخر زمان شده اینجا تمام در و پیکرها بسته شده. بعد از ساعت 4-5 روز تعطیل از روز پنجشنبه تعطیل کردن پنجشنبه جمعه شنبه یک شنبه که خب تعطیل بود دوشنبه که امروز باشه تعطیل فردا که سه شنبه باشه تعطیل و تقریبا مثل اینکه همه چیز چیز شده وایساده یعنی چرخ دیگه نمیچرخه و ما امیدواریم که الله سبحانه و تعالی رحم بکنه به این مردمی که در امریکا زندگی میکنن. اینها اینقدر بیخبر هستن که اگر خبر داشته باشن که دولتشون به اسم ملت چه فجایعی در دنیا داره انجام میده اینها اجازه نمیدادن که این دولت اینطوری رفتار بکنه. و ما چند بار توی این برنامه هم گفتیم که اگر یک روزی باشه که مردم امریکا واقعا بفهمن که به اسم اینها چه کارهایی داره انجام میشه در تمام دنیا، یک هفته هیچ کس سر کار نره، یک هفته همه تو خونه هاشون بنشینن، اون موقع هستش که شما میبینید که قدرتی که نعره میکشه و روسینش میذاره که ما از همه با قدرت تر هستیم، اینطور هستیم، اونطور هستیم، اون وقت در مقابل تقریبا نیم متر برف مثل این که 24-5 اینچ گفتن 30 اینچ تقریبا میشه یک یارد دیگه، نه ببخشید 30 اینچ میشه سینش یا سه تا فوت بعد باشه، به هر حال خیلی یک 30 سانت مثلا برف اومده اینجا یه قیامته. و ما هم تو دلمون گفتیم یا الله چقدر مهربان هستی که به این مردم یواشکی گوشمالی میدی، محکم گوشمالی نمیدی، که برفی که اومده حالا همه تو خونه هاشون هستن، تمام مثلا رستوران ها محل های ایابوزه ها یا جاهایی که باید کسی کار باید بکنه فلان کنه بهمان کنه همه اصلا راه ندارن که برن و بیان. ولی خب ما امروز رفتیم بیرون و جا
جاده های اصلی رو باز کردن که بنظر کافی مثلا دو تا ماشین بره دو تا ماشین برگرده، جاده های فرعی که اونجایی که ما زندگی میکنیم فقط یه ماشین میتونه بره. این هست که از اون دور که دیدی یه ماشین داره بیاد یا چراغ چشمک چشمک باید بهش بزنی که بایسته تا شما بیایید و رد شید، یا شما بایستید که اون بیاد و رد شید، و یعنی واویلا نمیتونید، شاخ به شاخ میشید وسط جان. و ما امروز تونستیم ما بیاییم در اون جاده فرعی که هست یه راه باز بود، ماشین اون از زیر برف بکشیم بیرون و اون نوار یا اون دیسکی رو که رفقا به ما میدن هر هفته که ما میبریم بدیم به این مرکز عمومی شهرداری فرفکس، از اونجا روزهای سه شنبه، پنج شنبه و روز یک شنبه پخش میشه و ما اینو بردیم به اونها بدیم. دیدیم که اونها هم بسته هستن ولی یک صندوقچه ای هستش که اونهایی که برنامه دارن رو میندازن تو اون صندوقچه. ما چیز شرح حال رو نوشتیم و انداختیم اون صندوقچه امروز که باید حتما تا فردا این جزء سیستم بره که بتونن اینو پخش کنن روز سه شنبه، پنج شنبه و روز یک شنبه. روزای یک شنبه خیلی خوب ساعتی از 8:30 تا 9:30 شب از محل عمومی شهرداری فرفکس پخش میگه، کانال 30 هست و همون کانالی که ما روزهای شنبه هم 2 ساعت اونجا برنامه داریم، برنامه گفتگو هست، برنامه زنده هست و مهمانهایی هستن تشریف میارن و صحبت میکنم. ولی این هفته چون بحث بود اصلا ما نتوزیم بریم اون تو، آماده بودیم ولی خب اونجا آماده نبود، ولی خب الحمدلله هفته آینده انشالله خدمت شما خواهیم رسید. اخبار زیاد هست. ما شروع میکنیم از سفر رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران به روم و این یک سفر رسمی هست و حتما یادتون میاد که در زمان گذشته چیز نمی کردن، چون اونهایی که در ایران بودند و همیشه می گفتن که ما انقلابی هستیم، کسی که در حالت انقلابی هست هیچ وقت نمی تونه سرشو خم بکنه به کسی دیگه و نمی تونه هم دروغ بگه و این هستش که اونها به شدت با افرادی که به وسیله ملت انتخاب می شدن مخالفت می کردن. آقای رفسنجانی که زمان ساخت و ساز بود در ایران رئیس جمهور شده بودن و به کشورهای دیگه زیاد مثل که سفر نکردن، بعد آقای خاتمی بودن که ایشون هم رسما به جایی مثل که دعوت نمی شدن، بعد آقای احمدی نژاد بودن که اومدن و با کمال رشادت گفتن ملت ما ملت آزادی هست، ملتی هست که دیگه نوکری نمیخواد بکنه، ما میخواییم آقای خودمون باشیم، انقدر داریم که بتونیم آقای خودمون باشیم. بعد اونایی که همیشه چه در داخل چه در خارج به مصرف دستمال ابریشمی عادت کردن مخالفت کردن که چرا ایشون این حرف رو اینطوری زده، باید با سیاست حرف بزنه نه اینطور بکنه اونطور بکنه، ولی ایشون خیلی خیلی تا اون 8 سالی هم که ایشون رئیس جمهور بودن در هر مقطع زمانی صحبتی رو که 8 سال پیش کرده بودن 8 سال بعدش هم همون رو گفتن بدون اینکه کوچکترین بالا پایین بشه و گفتنم ببینید از من سوال میکنید من به شما جواب میدم و جوابی هستش که امکان داره شما دوست نداشته باشید، ولی خب من برای خاطر این نیستش که بیام شما از من راضی باشید، من در کاری دارم میکنم که ملت من که من انتخاب کردن با 65% آرا اونها از من راضی باشن. و البته 8 سال ایشون تموم شد، 4 سال دوم ایشون رو یه عده که مخالف بودن و ایشون چیز جدیدی درست کرده بودن که اونهایی که بدون حساب از یه جاهای پول در آوردن یا بعد زد و بند کردن یا کارایی شده و لیستی داشتن و چیزی بودش که تو این همه این چیزها رو نوشته بود، ایشون رو رد کردن چون دیدن بله آقای احمدی نژاد چون خودش دزد نیست پس با دزدام نمیتونه کار بکنه، بعدم اومدن گفتن معاونش دزد بوده، نم یکیش دزد بوده، اون یکیش دزد بوده، اینو گذاشتن تو زندان، اونو گذاشتن تو زندان. خب همه اینا خب شما چیز نیستید که تازه به دوران نرسیدید که بدونید
تو این طور جاها چه خبرها میشه. به هر حال ما خیلی خوشحال شدیم که دیدیم آقای رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران آقای حسن روحانی که با 50.3% رأی، یعنی 51% هم رأی، 100 نفر بودن 51 نفر رأی ندادن بهشون، 50 نفر به اضافه 1/3 یه نفر رأی دادن و ایشون با یک چیز خیلی خیلی کوچیک این مقام رو به دست آوردن. و در این مدتی که بودن بالاخره دیگه ایشون هم شرایطی داره، تحصیلاتی کردن جاهای مختلف و تونستن به رنگ اجنبی برخصن و رنگ عقربی این هستش که اجنبی این هستش که با کسی چیزی کاری نداشته باشید، سرتون رو بندازید پایین، اون که ما میگیم انجام بدید. ایران گفتن چشم بله قربان بله قربان بله قربان. گفتن خیلی خوب، حالا که این کار رو کردیم ما اجازه میدیم شما برید به ایتالیا مثلا، برید اونجا هر حرفی دارید بزنید و درهای نم رفت آمد و برای شما باز کردیم. خب ببینید چقدر آدم خفت و خالی باید بکشه تو دست این افرادی که ما رو اصلا آدم نمیدونن، چه برسه که بتونن با ما بتونن کنار بیان. چیزی که منو اشک شعف به چشمم آورد اون نگهبانی بودش که تو اون اتومبیل مخصوص ریاست جمهوری جمهوری رئیس جمهوری اسلامی ایران، اون نگهبانی که اون تو نشسته بود وقتی این اتومبیل وایساد جلوی اون جایگاه مخصوص، درها رو باز کردن، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران از در عقب پیاده شدن، اون نگهبانم جلو نشسته بود پیاده شد اومد این طرف که وظیفه خودش انجام بده، یه ایتالیایی اون یه ذره هولش داد اون وقت که مثلا وایسا ببینم کجا داری میری، همچی حرفایی. و یک دونه چیز داشت از این توقایی هستش که روش اسم و این حرفا نوشته شده، انداخت دور گردن اون، مثل که بهش گفت برو اون بر وایسا. اونم برگشتن با چه زبونی به اون یه چیزی گفت با کمال رشادت، با خیلی صورت قشنگ، نه که بذار برم برم اونجا وایسم، نه اونطوری خیلی قشنگ، من محافظم اینجا وای میستم. بعد اون یارو جا زر رفت کنار و اینم وظیفه‌شو شروع کرد انجام دادن. خب اونایی که حفاظت میکنن رئیس جمهور رو معمولا به خود رئیس جمهور که نگاه نمیکنن، او برای این برای رو دارن میکنن که مثلا یکی دستشو اینطوری کرد علامت خطری، دستشو اینطوری کرد علامت خطری. و این شخص جوان فکر نمیکنم بیشتر از 25-30 سالش باشه. ببینید این همش نوارها هستش که نشون خواهند داد، امروز تمام روز نشون میدن اینو که چقدر با آقایی با سر افرازی وظیفه خودش رو داشت انجام میداد که جلوی این یارو ایتالیایی حالا معلوم نیست کی باشه چیز نکرد. خب چشم، ما همون چیز که شما میگینم چی میگید ما بکنیم همینجور، ما همون کار رو میکنیم، چی کاری کنید، ما هم آدم هستیم، ما هم حق داریم. و من خیلی خوشحال شدم که این اولین برخوردی بودش که من اینطوری دیدم. ولی خب از اونجایی که همیشه انسان بعضی چیزها هست که خیلی آرزو داره و این آرزوهاش هیچ وقت انجام نمیشه، آرزویی که ما داشتیم اون زمان بعد از انقلاب این بودش که امام خمینی رحمت الله علیه میتونستن به دعوت مملکت‌های دورورمون، چه پاکستان باشه، چه افغانستان باشه، چه عراق باشه، چه ترکیه باشه، چه مصر باشه، چه عربستان باشه، چه تونس باشه، اندونزی، مالزی، فیلیپین و حتی یه مملکت خارجی که هیچ مسلمون توش نیست، دعوت بکنن امام رو و امام تشریف ببرن اونجا و به مردم دنیا نشون بدن که بابا ما راهمون انقلابیه، نه شرقی هست نه غربی، جمهوری اسلامی ایران به هیچ کدوم اینها کاری نداره، در راه حق داره راه میره، در راه حق داره پیش میره. و این به دل ما موند که ایشون به هیچ وجه نتونست یک همچی سفری انجام بده، نه تنها همچی سفری را خارج از کشور، بردن ایشون رو سریع گذاشتن تو جماران، در پنجره رو بستن، گفتن حضرت آقا شما فقط تشریف داشته بدید اینجا و جایی نرید.
و بعد از یه مدت هم ایشون یک عمل جراحی داشتن، از اون عمل جراحی زنده از آب در نیومدن و به رحمت الله رفتن. ولی صحبت زیاده، بازم میگم دیگه صحبت اینقدر زیاده که آدم مغزش سوت میکشه که وقتی با صحبت این چیزا رو میکنیم که چه مشکلی بود، چه اشکالی داشت که حضرت امام بتونن به جاهای دیگه برن. و این آقایی که رئیس کاتولیک های دنیا هستن را میفته از اون ور دنیا بلند میشه میره ترکیه. ترکیه ما دیدیم مثلا 10,000 نفر کاتولیک هستن، بقیهشون 40-60 میلیونشون مسلمونن و تازگی هم یه لغت های خیلی جالبی برای این مسلمون ها دارن مصرف میکنن تو رسانه ها، و اون هستش که مملکتی که اکثریتش مسلمونه. ما تا حالا نشنیدیم که یکی بگه بابا انگلیس اکثریتش پروتستانه، ما نشیدیم یه نفر بگه ایتالیا اکثریتش کاتولیکه. چرا به ما دارید این حرفا رو میزنید؟ چرا به مملکتهای ما برچسبای مختلف میزنید بعد از اونا استفاده میکنید؟ چرا به ما میگید مملکتی که مسلم ماجوریتی، یه لغت جدیده حک کردن برای همه، مسلم ماجوریتی؟ بله، ولی به خودشون نمیگن که مثلا هلند کاتولیک مجاریتی هست یا آلمان کلوینیست مجاریتی هست. اینا خب همه ریشه های مختلفی شده. یه فرد و پس فرد میگن شیعه مجاریتی، حالا وایسی تا برای چیزهای دیگه هم را بیاندازن. مردم ما زنده هستند، مردم ما در صحنه هستند، مردم ما میفهمند. خجالت رو بذارید کنار، هجوم حیا رو بذارید کنار، با اونی که جلو شما یک کار بد انجام میده شما بدتر از اون بد بکنی که لون بندازه جلو، نه که با شرم میگه ببخشید ما نفهمیدیم شما چی بود. نه، دنیای امروز زور میفهمه چیه. یه شخصی یه چیزی فرستاده که زمانی که جنگ بوده در ایران و حضرت امام زنده بودن، یه کشتی داشته مثلا یه کالایی از یه جایی داشته می آورده، بعد اونهایی که این کشتی رو رفته بودن تحویل بگیرن دیدن که این مقدار آتشقال هم توش کردن. اون کسی که تو اون کشتی بوده با قدرت تمام گفته ببخشید اینا چیه گذاشتید اینجا؟ اونا گفتن به تو چه؟ اینا دیر امضا کن. گفته خیلی ببخشید واکن ببینم این تو چیه. واکردن دیدن چیه میگن آهن پاره. گفته همه اینا رو بردارید برید صورت لیستی که من دارم اونو بعد به من بدید. و چنان محکم گفته که اونا گفته ای داده بیداد، مثل که اینا همونایی که ما یه $10 تو جیبش میذاشتیم و این حرف نمیزدی پس گردنی بهش میزدی سرش هم خم میکرد میرفت، دیگه اینا اونا نیستن. بعد این کشتی راه میفته بیاد وسط راه، زمان جنگ بود دیگه، عراق به ما حمله کرده بود، وسط راه یه کشتی زیردریایی، یکی از زیردریایی یک مملکتی حالا اسمش هم گفتن نمیدونم چی هست، در میاد و به اینا اخطار میکنه که وایسا تا ما بیاییم بازرسی کنیم ببینیم چی داری. ناخدای اون کشتی به همه میگه که خیلی خوب ببینید ما داریم در راه حق داریم دفاع میکنیم، از مملکت خودمون داریم دفاع میکنیم، با هیچ کس هم جنگ نداریم. این کشتی هم معلوم، این زیردریایی معلوم چه غلطی میکنه، دستور میده به اونهایی که تو این کشتی هستن سرعتشون رو اضافه کنن مستقیم به طرف این زیردریایی برن. و خودتونم یادتون باشه زیردریایی اگر چیزی بهش بخوره غرق میشه. زیردریایی خیلی حساسه به این چیزا، میتره که تو خودش یه چیزی تلنگری بهش بخوره چون تحت فشاره. اینا با تمام سرعت به طرف این زیردریایی میرن، زیردریایی میگن ای داد بیداد، زود میره تو آب و مفقود الاثر میشه و اینا میرسن به چیز، میرسن به بندر. در یک مرحله دیگه هم بوده که مثل یه کشتی بزرگی
از چیزی از اقیانوس هند میخواست وارد خلیج فارس بشه. حضرت امام حیف 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 بعضی از مردانی هستن که میان یک بارم بیشتر نمیان، حیف میان به حضرت امام که یه همچی قضیه هست، ایشون بدون اینکه فکر کنه میگه بله دو تا موشک به طرفش پرتاب کنید. این دوروبری ها میگه حضرت امام این مثلا کشتی آمریکایی غلط کرده، هر خاصی هست دو تا موشک به طرفش برد، این مملکت شماست، از خودتون باید دفاع بکنید. کسی که از خودش میخواد دفاع بکنه احتیاج معذرت خواستن نداره. نباید بگی ببخشید آقا خیلی معذرت میخوام که تو گوش من زدی، حالا میخوام دستتون بگیرم که دیگه نزنید. این حرفا چیه؟ طوری باید رفتار کنی یارو از حق به خودش نده که به شما معترض باشه، به شما بخواد یورش بیاره، حق تو بخواد بگیره. اونایی که دوروبر حضرت امام بوده اون زمان اصرار میکنه امام این کشتی هم آمریکایی داره میاد، اگه ما این کارو بکنیم اینطوری میشه، اگر اونطوری بکنیم اینطوری میشه، اگه اونطوری بکنیم اونطوری میشه. خب حضرت امام آخر سر میگه خیلی خوب، شما تصمیم من، تصمیم من این هست که دو تا موشک به طرف اون بفرستی، حالا خودتون هرچی میگید، ولی حرف من اینه و بدونید اگه این کار رو اینطوری بکنید امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، که این از اونجا را افتاد که حضرت امام فرمودن امریکا هیچ غلطی نمیکنه. بعد آمریکایی هم برداشتن اینو ترجمهش کردن به انگلیسی که رهبر جمهوری اسلامی ایران گفتن که امریکا cannot do anything wrong. بله cannot do anything wrong. حیف. بله حالا این آقایونی که حالا اومدن دیگه نمیدونن چطوری شیرجه برن دست و پایی در رو ببوسن. ای بی انصافا، شما نماینده ملت ایران هستید، شما نماینده مردان بزرگ ایران هستید که هیچ وقت نوکری نکردن برای هیچ کس، همیشه آقایی کردن. و البته خب میگم ملت ما تمدن طولانی داره، در این تمدن طولانیش بالا پایین زیاد شده، یه عده از ماها یادمون رفته که کی بودیم و حالا چی هستیم. ما یادمون رفته که هیچ وقت هیچ وقت هیچ ایرانی، هیچ پارسی هیچ وقت به کسی تعرض نکرده، مگر اینکه اومده یکی دهکده‌ای که تو مرز ما بوده آتیش زده و یه چندرغاز برداشته در رفته، تمام مملکت بسیج میشه میره صاحب اونو در میاره، چنان که رفتن به هندوستان. هندوستان رفتنش هم که خب همه میدونید یه قومی بودن، تاجیک بودن یا پشتون بودن، کی بودن؟ در افغانستان بودن. اینا اومده بودن در طرف های مشهد اونور اینور یه خرابکاری کرده بودن و نادرشاه اون موقع شاه بود، به اینا چیز داد، پیام داد که آقا این کارهای شما خامونه غلطه، چرا این کارو کردین فلان این حرفا. اونا هم گفتن برو پی کار دو این حرفا. بعد نادرشاه قشون کشید رفت به تنگه خیبر. خیبر هم که خب میدونید کجاست، یه تو خود افغانستانه. رفتن به تنگه خیبر و اونجا یه مدت وایستادن تا راهی رو پیدا کردن که از پشت اونجا پیدا بشه، برن از اون پشت چند نفری که اونجا حفاظت میکردن اینها رو دستگیر کنن یا اینها رو از راه بکشن کنار. بعد قشون ایران رد شد و رفت و در یک صحنه بزرگی ایستادن. و در این صحنه بزرگی که ایستاده بودن نادرشاه نگاه کردید تا چشم میبینه ارتش هندوستان فیل دارن. این فیل ها اندازشون 10 برابر این اسبایی بود که اینا داشتن، مثلا 6 برابر شتورایی بود که اینا داشتن. میخوام بدونید کی هستید،
و چی هستی. نادرشاه دستور داد یک شورا بشه، جمع شدن اون افسران و ارتشی هایی که اونجا بودن و با هم مشورت کردن و نادرشاه گفت خب ما اینجا چی کار بکنیم در مقابل این فیلا. نتیجه شورا این بود، این فیلها میتونن رم بکنن، منتها برای اینکه این رم بکنه یه چیز وحشتناک باید ببینه که بتونه رم بکنه. گفتن خب ما چی داریم؟ حالا من نمیدونم کی گفته و چی گفته، ولی خب به اسم نادرشاه تموم شده. گفتن که آقا آشپزخونه ارتش ایران رو 500 تا یا 1000 تا شتر دارن هم میکنن، این شترها رو باراشون رو خالی بکنید، پشتشون که کوهان هست اینطوری اینا ذخیره چربی هست که تو چربی آب هست، پروتئین هست، همه این چیزا هستش که شتر میتونه 30 روز 40 روز اینا رو مصرف کنه و نه تشنش بشه نه گرسنش بشه. دستور دادن که پشت این شترها یه چیزای اینطوری درست بکنن و اونا رو پر کردن از چیزهایی که زود آتیش میگرفت، بوتهایی که راستی اون بوتهایی که یادتون میومد میووردن از صحرا میووردن میخرید بوته این حرفا، از اونا پر میکنن. بعد پادشاه ایران دستور میده که در یک آن همه اینا رو آتیش بزنید و با یه شیپور یا یه تیر یا هرچی بود پق صدا میکنن و اینا همه رو آتیش میزنن، شطورها هم دهناشون رو گرفتن اینطوری مثل این ماشین هایی که دیدید روم 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 میکنه، بعد یکی پاشو از روی ترمز برداره لاستیک ها میچرخه اینطوری میرن اون طرفی. شطورها همینطور که وایستاده بودن یکی میبینه یه چیزی داره میسوزه، یعنی اون شعله بوته ها رسیده بود از پوست رد شده بود شروع کرده بود اون چربی هایی که دارن داشت میسوزون. فکر رو ببین، ابتکار رو ببین، ایرانی رو ببین، بدونید کی بودی، بدونید کی هستی. این شترها وقتی این احساس رو دارن میکنن یکوی این چیزاشو رو ور میدارن، اون پوز بند هرچی بوده ور میدارن، این شترها هم جز جلو جای دیگه ندارن برن. شطورم نمیدونم دیدید یارا چارنل میتونه بره، شطور از اسب 10 برابر سریعتر میتونه چارنل بره، حالا که اینا پشتاشون داره میسوزه، دود هم همه جا رو گرفته، نهرم داره میکشه، شطور یه نهره مخصوصی هم داره، اینا چنان نهره میکشن اینطوری دارن میدوئن. فیلایی که اون طرف هستن تا حالا یک همچی چیزی تو عمرشون ندیدن. سلام عرض کردم، یک لحظه گوشی لطفا، یک لحظه. بله شترام همچی چیزی تا حالا ندیده بودن، ببخشید فیلا همچی چیزی ندیده بودن. فیلا وقتی میبینن یک همچی چیزهای وحشی جیغ دارن سریاد میکشن دود از سر کلهشون داره در میاد و دارن به طرف اینا میان، اینا رم میکنن بر میگردن، سپاه هندوستان رو زیر پای خود فیلهای هندوستان خورد میکنن، مثل چوبهای درخت خورد میشن و بدون اینکه یک سرباز نادرشاه از دست بده وارد هندوستان میشه و بقیه داستان هم میدونید دیگه. سلام عرض کردم، بفرمایید. بله خیلی تشکر، اگه صدای چیزی هست دور و برتون خاموش کنید که ما صدای شما رو بشنویم. بله همه صدا رو قطع کردم، صدای تلفنم قطع کردم. بفرمایید. بله من سوال داشتم، تو اخبار گفتن که حدود 100 تا بالای 100 تا هواپیما شاید تو همین سفری که آقای رئیس جمهور دارن به بعد ایتالیا به فرانسه با ایرباس میخوان قرارداد ببندن که هواپیماهای نو وارد بشه و ممکنه همین تعداد رو هم به زودی با بوئینگ آمریکا، حالا البته خب رهبری گفته بودن از آمریکا جنس وارد نشه و خرید نشه، حالا من نمیدونم چجوری میخوان بگیرن، شاید مثلا با واسطه باشه. بعدم رئیس سازمان هواپیمایی و وزیر راه اینا گفته بودن که حدود 400 تا هواپیمای نو ایران نیاز داره برای اینکه خطوطش رو تکمیل کنه، پروازهای داخلی پروازهای خارجی،
از طرفی هم میدونیم که به خاطر خب این مشکلات تحریمایی که از اول انقلاب بوده الان مثلا شرکت‌های ترکیش و ترکیش‌های و اون برم اماراتی ها اینها خب بازار خاورمیانه رو گرفتن، حتی مسافرت که مثلا از طرف ایران به جاهای دور میشن اینها بیشتر ایرانی ها خب مجبورن این پرواز ها استفاده کنن نه پرواز های داخل کشور رو. میخواستم نظر شما رو بدونم، اولا که آیا این راه خوبی حالی که تحریم هواپیما بعدی حالا این 30 چند سال برداشته شده، ایران تا جایی که میتونه هواپیما بخره داشته باشه که اگر حالا احیانا تحریم شد مشکل صنعت هواییش کمتر شده باشه؟ از اون طرف چه راهکاری دارید چون ممکنه دوباره اروپایی ها آمریکایی ها دوباره تحریم بکنن، دوباره مشکل قطعات پیدا بکنیم؟ به نظرتون چجوری میشه یه موازنه برقرار کرد؟ این نیازی که خب کشور و مردم و نظام داره به هواپیماهای نو و متاسفانه حالا هواپیمای روسی هم که تلفات داشتن یه ذره و سر صدا میشه تو ایران، همه میگن هواپیمای روسی بدن، و از اون طرف هم در مقابل تحریمای غرب و اینا خب اونا ممکنه دوباره استفاده کنن از این هواپیمایی که خب نیاز به قطعه دارن، روز به روز باید اینها سال به سال تعمیر بشن، نو بشه قطعاتشون و اینجا دوباره زمینگیر میشن. نظر شما چیه؟ چیکار میتونه بکنه به نظرتون جمهوری اسلامی که مشکل نداشته باشه در آینده؟ بله خیلی خیلی تشکر، زنگ زدید، متشکریم. پای تلفن بمونید که من عرض کنم. برنامه درست شده؟ من خودش میتونم ببینم برنامه درست شده؟ بله زنده میبینم. خب الحمدلله باشه جونم دیگه، خیلی خوشحال شدم. لطف فرزید الحمدلله همین دوستی بودن جونم. باشه جور از دیگه ایشون انشاءالا میبینن بارد. پای خطید یا رفتین؟ رفتنی من هستم. ها ما از اتاق فرمان دارن میپرسن چی کار کردید که درست شد؟ بله من البته کروم رو نتونستم درست کنم، یعنی با اکسپلوریری که انجام میدادم روی کروم درست نشد، اما روی اوپرا تونستم درست کنم. در وقت روی اوپرا سرچ کردم پلاگین شما وقتی مثلا پلاگین سرچ کنید توی اینترنت اکسپلوری که ما اینترنت اکسپلور نه برای اوپرا، برای اوپرا رو اگر یک بروزری هستی باشه اینترنت رو میشه کارگر شبیه هم کروم شبیه اینترنت اکسپلور، من پلاگین میدیا سرچ کردم و انواع اقسامش اومد، جاوا اومد، ریل پلیر اومد و چیزهای مختلف که اینی که همون داره کار میکنه ریل پلیر هست اگه اشتباه نکنم. یعنی اگه دوستان پلاگین ریل پلیر رو در اوپرا سرچ بکنم و اون رو دانلود بکنن و اجراش بکنن فایل ایکسش رو توی کامپیوترشون به احتمال زیاد درست میشه، ولی من همین کارا رو با همه بقیه میدیا جاوا اینا تو کروم کردم، متاسفانه فلش از اون فلش انجام دادم من انجام نشد، نمیدونم چرا. حالا دوستانی که هستم میتونن این کار انجام بدن رو اوپرا، این که خدا شکر درست شد ولی در حدی مشکل دارم. تشکر زیاد. خب امیدوارم بینندگان محترمی هم که امکاناً مسئله ای داشته باشید، همینطور که دوست عزیز دارن میفرمان یک سایتی هست به نام اوپرا یا آپریشن یا همچیزایی، اونجا تشریف ببرید، بعد به شما چند حق انتخاب میده که یکی از اون حق انتخاب ها ممکنه براتون کار بکنه. سوال ایشون از من این بودش که در حال حاضر در این چند روزی که دریچه باز شده دولت مردان ایران دارن سعی میکنن کمبودهایی که در این 30 خورده سال اومده دارن سعی میکنن اینها رو پر بکنن و یکی از اینها هواپیما هست. خب من بدون شک میدونم که شرکت هواپیماسازی بوئینگ یکی از شرکت‌های سابقه دار هست و هواپیماهایی که اینا میسازن سالهای سال کار میکنه، همینقدر که شما بتونید اینها رو معاینه بکنید، همینطور که بتونید اینها رو چیزایی که هستش رو نگاه بکنید و جابجا بکنید، نم روغنش عوض کنید، فلان از این کارهایی که برای هواپیما هر چند ساعتی که این پرواز میکنه باید همه اینها بازرسی بشه و تغییر پیدا بکنه، یعنی جابجا بشه و تعمیر پیدا بکنه، عوض بشه، جاسازی بشه، فلان کار. البته هیچ ملتی نباید خودشو دست بسته و پا بسته و چشم بسته در اختیار اون دشمنی که قسم خورده که از بینش ببره به اون اعتماد بکنه. بله شرکت بوئینگ هست، یه شرکتی هم در اروپا هست بهش میگن ایرباس، با اینها اینا قرارداد بستن
خیلی چیزهای کوچیک هست که خود صنعتگران ایرانی در این مدت زمان یاد گرفتن درست کنن. اینها رو باید تشویق کنه دولت که دیگه اینا نرن بیرون لبو فروشی کنن، اینا بمونن تو این صنعت هواپیما سازی و اون چیزهایی که لازمه کوچولو هست اینا رو خودشون درست کنن. میمونه اون توربینای گنده ای که مثلا موتور جت هستش دیگه. موتور جت هم میتونن بسازن، ولی خب چرا موتور جت بسازن؟ ایرانیا تونستن اینو، ما سالهای سال پیش گفتیم یه دفعه که بله جمهوری اسلامی ایران 50 فروند هواپیما به استرالیا صادر کرد. آقا این تلفن از جاش کنده شد. بعد و بیرا که تو چی داری میگی اینا نمیتونن این کارو بکنن، نمیتونن اون کارو بکنن، داری میگی 50 فروند هواپیما به استرالیا صادر کردن، جت صادر کردن. ما گفتیم بابا هواپیمای یه موتوره بهش میگن فروند، هواپیمای اقیانوس پیمای جت بوئینگ هم به اون میگن یه فروند، اینا اسمش فرونده. در استرالیا یک مملکتی که نه سر داره نه تر داره، اینجا از اتومبیل استفاده نمی کنن. هواپیماهایی هستش که یه موتور بیشتر نداره، سوارش میشن مثلا 100 کیلومتر 200 کیلومتر میرن، 100 کیلومتر برمیگردن، مثل یک دور اتومبیل میمونه، یه ملخ هم بیشتر نداره، دو نفر هم بیشتر توش نمیتونن بشینن. اون زمان ما گفتیم بابا چرا مملکت خودتون اینقدر کم میدونید که وقتی یه خبر به این قشنگی بهتون داد چرا یخه خودتون رو پاره میکنید که نه چرا اینطور هست چرا اونطور هست آی نیست آی هست. بله هواپیماهای کوچولو رو ایران میتونه بسازه، چند تا هواپیماهایی که مثلا 30 نفر 40 نفر 50 نفر میتونه ببره و بیاره دارن میسازن. من امیدوارم اونو ادامه بدن، وای نستن برای اینکه یک مملکتی که خودش در داخل خودش 85 میلیون جمعیت داره، مشهد میخوان برن، میخوان برن اصفهان، برن اهواز، برن شیراز، برن تبریز، برن اردبیل، اینجا جاهای تاریخی هستش برن ببینن، و این هواپیماهای مثلا 40 نفره 100 نفره میتونه بلند بشه و بشینه، و زیادم دستگاه های همچین چیزی نداره که همش اتوماتیک باشه، یه دکمه رو بزنی و بری اون پشت میشینی بخوابی تا هواپیما مقصد برسه، بلندش بیای یه دکمه دیگه فشار بدی که بعد میشینه. صنایع ما صنایعی باید باشه که مردم ایران میتونن بسازن و مردم ایران میتونن برای مصرف داخلی خودشون ازش استفاده بکنن. بله شرکت هایی که هواپیماهایی که یک زمانی بودش هواپیما از شهر نیویورک بلند میشد تهران میشست 14 ساعت هم بیشتر تو هوا نبود، بوئینگ 707 بود اون زمان، مثل که چیزای کوچولو بود 200 نفر اینقدر توش جا میگیره. ما حرفی نداریم، ولی بدونید با دشمنی که قسم خورده شما رو به زانو در بیاره دارید معامله میکنید. تمام این دستگاهایی که بهتون میفروشن انقدر باید هوشیاری داشته باشید که توش یه چیزی نذاشته باشن که یک زبانی که یه خبری شد یه دکمه از یه جای دیگه فشار بره این هواپیما وسط هوا پرپر بزنه و بخوره زمین. اعتماد به دشمن نمیشه کرد، دشمن قسم خورده که شما رو از بین ببره و براش هم هیچ فرقی نمیکنه چقدر از شما رو بکشه، چقدر از شما رو از بین ببره، تا به اون مقصدش مقصودش نرسه دستبردار نیست. ولی مردم ما هم خب بالاخره با هوشیاری کامل باید بتونن این کارا رو بکنن. حتی کشورهای دیگه که از ما صنعتی تر هستن اونا میخرن، منتها اونا با نوکری میخرن، ارباب هم اینجا نشسته میگه خب حالا که نوکر من هستی 3 برابر قیمت این هواپیما رو بده، قطعاتش هم من بهت میدم. وقتی که ایران انقلابی میاد میگه آ ما خودمون میخوایم رو پای خودمون بایستیم، ما میخوایم بتونیم از مملکت خودمون دفاع کنیم، به کسی تعرض نداریم، میخوایم مردم خودمون رو آماده بکنیم که به زندگی راحتی دست پیدا کنن، ما نمیخوایم همه تو قصر زندگی کنن، نه هر کسی سرپوش داشته باشه
هر کسی یه یخچال داشته باشه، هر کسی یه ماشین داشته باشه. من یاد اون چیز میفتم، روزولت میفتم که گفته بود بله ما میخواییم یه کاری بکنیم که توی هر خانواده یه ماشین باشه و یه گونه دیگ باشه که توش دوتا مرغ باشه. از یه همون نمیذاریم، ما داریم میگیم یه رفاه معمولی که برای همه، حق همه هست، غذای متناسب داشته باشن، رفاه متناسب داشته باشن، بهداشت داشته باشن، دسترسی به طبیب داشته باشن، اینا حقشون هست. ولی این حق نیستش که یکی برداره همه اینا رو جمع کنه زیر کلاه خودش و یه قصبر خودش درست کنه، 10 نفر 20 نفر براش خدمت بکنن، 3 نفر بیشتر تو اونجا زندگی نمی کنن. اینا نه در دین اسلام جایز هست نه هیچ دین دیگه ای. و صحبت ما این هستش که بله حالا درها باز شده، خریدهایی که می کنید شکلات و آب نبات نخرید برای ملت ایران، آدامس نمیخواد ایران. یک دستگاه هایی هستش که بهش میگن تول شاپ. خب تول شاپ یک مجموعه صنعتی هست که ابزاری که درست میکنه از اون ابزار شما میتونی کارخونه بسازی. حالا صنعت اینقدر داره پیش میره، در بعضی از کارها دارن چاپ میکنن، چاپ سه‌بعدی دارن میکنن. دنبال این چیزهای کلیدی ما باید بریم همین الان که در وا شده، در که وا شده برید دنبال این چیزها که فردا در رو بستن انقدر از این چیزها دارید که خودکفا بشید. باز دوباره 40 ساله که ایران تونسته میخ درست کنه، سیخ درست کنه، مهره درست کنه، پیچ درست کنه. قبلا نداشتیم این چیزها رو، حالا میتونن. باز نرید به فراموشی که خب آقا دیگه حالا پول داره میاد، نه اینطوری داره میاد بتونیم خرج بکنیم و به چیزی نباشه. نه، و من مطمئن هستم مردم ایران انقدر هوشیار هستن. ببینید خیلی صحبت ها میشه، جوانای ما، جوانای زمان انقلاب، خب اون موقع 10-15 سالشون بود، حالا 40-50 سالشونه دیگه، 30 خورده سال گذشته، 37 سال گذشته. اونهایی که بعد از انقلاب به دنیا آمدن ممکنه حالا 40 سالشون باشه، 30 سالشون باشه. اینا همه جوانهایی هستن که به اهداف جمهوری اسلامی ایران پایبند هستن. حالا یه عده این برم موی ابروشون رو در میارن، ماتیک به سر و صورتشون میمالن و زشت میان بیرون مثل که چه خبر شده، میخوان دهنکجی کنن. اینا حتی خودش نیست، برای دهنکجی اومده این کارا رو داره میکنه. اینا یه محدودی هستن، همونایی هستن که اومدن جشن گرفتن. ما هیچ جشنی ندیدیم، حالا که تحریم گفتن ورداشتشون فلان شد، هیچ جای ایران ما ندیدیم یه عده بیان جشن بگیرن که تحریم عوض شد. تحریم بود، همه منتظر بودن عوض شده که چی به من چی میرسه. پس بنابراین مطمئن هستیم مردم ایران انقدر باهوش هستن که میدونن چی کار دارن میکنن. یه مقدارم اونهایی که سر کار هستن، چه در صنعت نفت هستن، چه در صنعت ذوب آهن هستن، صنایع دیگه، مس داریم، کلی صنعت داریم در ایران، هیچ کدوم اینها رو نباید ولش کنن به حال خودش که حالا خب دیگه آقا ما چرا این کار رو بکنیم. چین انقدر تیراهن درست کرده که بریزه تو دریا باز دوباره داره، پس ما تیراهنمون رو درست نکنیم. نه، مصرف داخل رو، قیمتش هم هر چقدر هست، انجام بدی. اگر زیاد از حد لازم دارین اون موقع از بیرون، نه که از بیرون اینقدر بیرون که کارخونه رو بدید وایسه. دلالی نکنید که بگید آقا تیراهن اونجا داره میسونه 1 دلار، ما اینجا داریم میسازیم 3 دلار. خب اونی که میگه اونجا داره میسونه 1 دلار، اگر همون 1 دلار رو به دست مصرف کننده برسونه، کمبود رو پر بکنه، نه که بزنه تو سر کالای داخلی. اون موقع درسته، اون موقع درسته. وگرنه چرا بزنی تو سر کالای داخلی؟ کارگر داره کار میکنه. ما شنیدیم در یکی از این جاها دارن کلی کارخونه ها رو دارن میبندن، کلی افراد رو دارن بیرون میکنن از کار. کارخونه که بسته شد، کارخونه که داشت کار میکرد،
معمولا بعضی از کارخونه ها 24 ساعت هستی، سه زمانه کار میکنن اینا، زمان اول یه عده میان، زمان دوم یه، زمان سوم هر کدوم 8 ساعت میان. یکی بخواد اینا رو ببنده، برای اینکه باز اینو را بندازی، مثل این میمونه که شما یه چیز رو هول دادی داره میره، وایسادی وای میسه، باز میخوای هولش بدی، 10 برابر قدرت لازم داری که اینقدر هولش بدی که باز را بیفته. من فکر نمی کنم که دولت مردهای ما اینقدر غافل باشند که فکر کنن که دیگه تموم شد، دیگه تحریم ها تموم شد، هرچی اونا میخواستن ما دادیم. 15 سال 20 سال تجربه صنعت صلح‌آمیز انرژی اتمی رو درش رو بستیم، همینطور که اینا دارن میگن 10-15 سال دیگه اصلا از بین میره دیگه، نه احتیاجی نداره. صنعت صلح‌آمیز اتمی فقط برای درآوردن برق نیست، برای بعضی کارهایی هستش که صنعت های دیگه قادر به انجام اون نیست. در فلزات ما شنیدیم میتونن فلزهایی رو درست بکنن که قدرت و استقامتش از چیزهای دیگه بیشتره و هیچ صنعتی نمیتونه درست کنه مگر اینکه با این نیروی اتم میسوزه یا داغ میشه فلان. من نمیدونم اینا رو، اونا که میشنوید میدونید به ما بگید. بله، پس بنابراین سفرهایی که از حال خواهد شد به خارج، ما امیدواریم دولت مردهای ما اقلا اینقدر هوشیار برن، تکه نره که من این کار رو کردم، من رئیس جمهورم و این کار رو کردم. نه، همه چیز رو نمیدونیم. گروه های مشاور هستن، هر کدومشون گروهه، یه نفر هم نیست یا من تمام هواپیما من بلدم بیا بگم چطوری میره. نه، در دین ما هست هر کاری رو میکنید با شورا بکنید، مشورت بکنید با خود، با اونایی که میدونن، با اونایی که میدونن. حتی حضرت امام همینطور یه دقیقه پیش ما گفتیم که ایشون گفتن این هواپیما چیزی، ببخشید کشتی هواپیما برای که داره میخواد وارد خلیج فارس بشه، 2 موشک بفرستید براش. و همه گفتن ای اینطور نمیشه، ما بزنیم اینطور میشه اونطور میشه. ایشون تا آخرش هم گفتن حرفم همینه، ولی چون ما داریم مشاوره میکنیم، شما تصمیم من اینه، شما هرچی میگید هم. بله، این اول کاره و من مطمئن هستم که خیلی چیزها، قراردادها داره بسته میشه، خیلی صحبتها داره گفته میشه راجع به صنایع نفت ایران، کلی صحبتها داره میشه که از داخل ایران یه عده دارن هوشدار میدن که آقا مواظب باشید قراردادی که میبندید چی هست و چی نیست و فلان. یکی گفت آقا قرارداد 3 جور هست، استغفر الله. یه قرارداد هستش که شما با یکی قرارداد میبندید، میگه آقا بیا این زمین ها مال تو، هر غلطی میکنی توش بکن، تموم که شد $1 ماهی به ما پول بده از اینجا، بعد اون میدونه از اینجا چی در میاره چی در نمیاره، هر کار میکنه، هر چقدر خرج میکنه $1 ما رو میده. ولی ما به هیچ وجه حقی اونجا نداریم، زمین ما هست ولی قرارداد با این بستیم. اون قراردادی بود که با ویام نوکس دورسی بسته شده بود در زمان قاجارها، 50,000 تومان 5,000 تومان هم چیزی پولی داده بود و یه منطقه رو خط کشیده بود دورش، گفته بود بله من اینجا میخوام اکتشاف بکنم فلان و کرده بود و تو قراردادش حق انتقال نداشت و رفته بود قراردادش رو منتقل کرده بود به دولت انگلیس، دولت انگلیس هم اومده بود قوا پیاده کرده اینجا مال ماست، اینا حرف بلد نبودن بزنن، تا اینکه مصدق اومد گفت آقا قرارداد اینو میگه، حق انتقال نده این قرارداد، بیرونشون کرد. اینها رو که بیرون کرد با دسیسه این حرفایی که اون زمان بود چهار رو برگردوندن و دیگه خجالت کشیدن از ملت دیگه، گفتن خیلی خوب ما یه چیز درست می‌کنیم به نام کنسرسیوم. کنسرسیوم یعنی این که این شرکت اینقدر، اون شرکت اینقدر، این شرکت اونقدر، این یکی اینقدر، اون یکی اینقدر، این درصد هم مال ایران. این مدت همینطور ادامه داشت تا انقلاب شد. انقلاب که شد، جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب گفت آقایون
صنعت نفت ما مال ماست. اگر ما بخوایم کسی بیاد اینجا کاری بکنه، ما قرارداد کار می‌بندیم، قرارداد می‌بندیم، شما $100 بهت میدیم، روزی $100 بیا اینجا وایسا کاری که ما می‌خوایم انجام بده. خب اون وقت کنترلش در ملته، نظارتش هم با ملته. خب یه $100 داری میدی به اون یارو بیاد اینجا کار بکنه، فقط بشکن داره میزنه داره دور خودش میچرخه، خب $100 بهش نمیدی، میرونش میکنی، حق داری تو قراردادت میریست یا ما اینقدر کار میخواییم انجام بشه، اینطوری هم میخواییم انجام بشه، یعنی وارد میشی میفهمی چه خبر داره میشه. تازگی ها مثل یه باز برگشتن به یک مرحله دیگه، هنوز معلوم نیست، سرصداش هنوز در نیومده در ایران که افرادی رو که دارن دعوت میکنن برای استخراج ذخایر گاز و نفت ایران، این قراردادها چه نوع قراردادهایی هست؟ قراردادهای کار، امتیاز همه چیز هست، درصدی هست، چه کسی حق داره که بتونه تصمیم گیری کنه، حق تصمیم گیری کی داره، چطوری داره؟ صحبت ها همین رو اون داره میچرخه. در ایران هم عده‌ای هستن که دارن این چیزها رو میگن که بله آقایی به نام زنگنه مثل که زمانی بوده، ایشون یه جوری دیگه دوست داره انجام بشه، یه جوری دیگه، ولی در تمام این صحبت ها استقلال ملت ایران به هیچ وجه نباید معامله بشه، به هیچ وجه شما نمیتونی باز دروا بکنی برای یه عده‌ای که بگی خیلی خوب آقا این منطقه مال شماست و قرارداد ما این هست، هر غلطی کردین بکنید از درآمدتون اینقدر به ما بدید. خب اومدیم اون طرف که اینجا داره کار میکنه 10 سال 20 سال درآمد نشون نداد، با بچه که نیستیم، من میتونم بیام به شما میگم آقا بیا اینجا رو بذار در اختیار من و من اینجا رو قشنگ برات رنگ میزنم، طبقه بندی میکنم و این حرف رو کرایه میدم، هر چقدر که درآمد بود از اون نصفش رو به شما میدم، سال اول میشه صورت حساب میدم که امسال نه تنها ما درآمد نداریم، $100 هم ضرر دادیم، پس سال دیگه ببینیم درآمد چقدر، سال دیگه باز دوباره ما 30 سال طول میکشه تا اینکه بگیم بله با امسال تازه رسیدیم به این که بتونیم به درآمدی داشته باشیم، این کلید شما، اینم زمین شما، ما رفتیم. خیلی ساده است ها، یعنی خیلی ساده است. من نمیدونم این آقایونی که دارن این کارا رو میکنن تو ایران فکر میکنن مردم ایران واقعا حواسشون پرته، یه بچه کوچولو میتونه اینو بفهمه. قراردادی که برای این کار میبندید پیش بینی میشه، بله ما پیش بینی میکنیم اینجا اینقدر خرج داشته باشه، اینقدر خرج رو این قراردادی که امضا شده اون تحمل میکنه، سال اول درآمد اینجا قد اینقدر باشه که از اونقدر اون بعد ما نصفش مال ما باشه، اگه نشد کار نکردی بذار برو بیرون. خوب توجه کنید، یک زمانی بودش که در ایران یه مقدار زیادی پول بود، زمانی بودش که قیمت نفت از $4 اومده بود شده بودم $6، بعد شده بود $10، $15 به $40 رسیده بود، انقدر در ایران پول بود که اون زمان دولت اون زمان شاه $1 میلیارد به آقای انوار سادات داد، البته خودش که نداد، بهش گفتن اینقدر پول داری یک میلیارد $1 بیلیون بده به اون، بعدم بهش گفتن که $1 میلیارد دیگه هم بده به نایجریا، یه آقایی بود اون زمان رئیس جمهور نایجریا قد بلند داشت میومد ایران رو میرفت، $1 میلیارد هم بده به اون، بعدم گفتن $1 میلیارد هم بده برای اکتشاف نفت شمال، دریای شمال. بعد هم ما فهمیدیم در نایجریا حالا اون صنایع نفتی که داره اونجا کار میکنه با پول ایران اکتشاف شده، $1 میلیارد ایران اونجا پول داده شده، سهم ما کجاست؟
حالا تو سر مصر بخوره که 1 میلیارد دلار گرفتن و چیزی ندادن، فقط دو تا قبر فروختن به مردم ملت ایران 500 میلیون دلار هر کدومش. بعد صنایع نفت شمال چی؟ از اون صنایع نفت چی بر ما رسیده؟ تا حالا هیچی. بعد ما چند دقیقه بیشتر به انتهای برنامه‌مون نمونده. بله، در انتها باز دوباره ما اینو گوشزد کنیم، چند بار اینو ما گفتیم، البته باید ببخشید که ما هی تکرار میکنیم. بدونید خیلی گوشه های تاریکی هستش که ما اطلاع نداریم ازش. اونهایی که اطلاع دارن انشالله الله سبحانه و تعالی اینها رو هدایت کنه. و یادتون باشه کوچکترین کج راه برید ملت گریبان شما رو خواهد گرفت. فرق نمیکنه کی باشی، فرق نمیکنه کی باشی. اونهایی که میان ادعا میکنن که بله ما خانواده های انقلاب هستیم، انقلاب و دوست خانواده انجام ندادن، ملت ایران بودن، ریختن تو خیابونا، جون دادن، رفتن روی مین کشته شدن. جوانایی که اسمشون هنوز نمیدونی چی هست، اینها بودن که انقلاب رو پیش بردن، اینها بودن که از انقلاب دفاع کردن. بله اون زمان که آقای کارتر تمام دارایی های ایران رو مسدود کرد، قرار بر این شد که در یک الجزیره، قرارداد الجزیره این شد که ایران مهمانهایی رو که 444 روز در ایران بودن و خورده بودن و خوابیده بودن و ترتمیز دیگرشون داشته بودن رها بکنن و امریکا هم همه پولهای ایران رو پس بده. اون زمان این پولها میگفتن 15 میلیارد دلار یا 40 میلیارد دلاره. چند هفته پیش بود، 2 هفته پیش بود، آقای اوباما اومدن اعلان کردن که بله ما بالاخره داراهیایی که ایران مسدود شده بود در امریکا، ما این داراهیای ایرانیا رو، نه که پولهای دیگه، فقط این داراهیای ایران اون زمان رو داریم پس میدیم. اون دارایی ها حالا شده 400 میلیون دلار و این 400 میلیون دلار 1.3 میلیارد دلار هم بهره بهش خورده که همش یه جا میشه 1.7 میلیارد دلار با یک امضای آقای اوباما اینها رو پس دادن. برای ما سوال این هستش که 40 میلیارد دلار چطوری شد 400 میلیون دلار؟ در ضمن در دین اسلام بهره دادن و بهره گرفتن حرامه. بهره گرفتن خیلی بدتر حرام است. بله برنامه ما به انتها رسید. خیلی تشکر از تمام دوستانی که تشریف آوردید. متشکریم و امیدواریم هفته آینده باز موقعیتی باشه و خدمتتون برسیم. تا هفته آینده مرحمت عالی دارد. تشکر زیاد بیننده محترم. I'm